سلام به کلاس درس خوش اومدید خب بیاید بحث در مورد حزلولی رو با هم دیگه ادامه بدیم تا اینجا اگر خاطرتون باشه ما تونستیم با هم معادله استاندارد حزلولی های افقی و عمودی که مرکزشون روی مبدع مختصات بود رو به دست بیاریم یعنی ما تونستیم خیلی سریع اگر اینجا بخوام شکلی براتون بکشم حزلولی های افقی که یک همچین شکلی دارن و کانون هاشون روی محور x ها قرار داره و مرکزشون که دقیقا نقطه وسط دوتا کانون هست روی مبدع مختصات هست رو نشون بدیم که معادله ای به این فرم دارن x2 روی a2 من های y روی b2 مساوی با یک درسته خب مختصات کانون های این حضولی ها چی بود اگر خاطرتون باشه مختصات دوتا کانون سی و صفر و منفی سی و صفر بود درسته و بین A و, و سه یک همچین رابطه ای داشتیم A2 به علاوه بی دو مساوی با سی دو خب و شما میتونید از این رابطه ببینید که اگر ما وای رو مساوی صفر قرار بدیم به دست میاریم چی؟ به دست میاریم x2 روی a2 مساوی با یک پس x مساوی با مثبت و منفی آ پس رأس های این حضولی بذارید من با یک رنگ دیگه مشخصشون بکنم که این نقطه و این نقطه هستند. مختصات چی دارن؟ یکیشون منفی آ و صفر و دیگری مختصات آ و صفر داره خب عین همین ما اومدیم معادله حضولی های عمودی رو هم به دست آوردیم که مرکزشون مبدع مختصات بود حضوری عمودیش چه شکلیه یک همچین حالتی داره این یک شاخش و اینم شاخه دیگرش و دوتا کانونش روی محور وای ها قرار دارن مجددا مرکزش که مخته وسط دوتا کانون هست روی مبدع مختصات ما فرض کردیم هستش و معادلش رو به دست آوردیم به این صورت هستش وای دو روی آ دو من های x2 روی b2 مساوی با یک و مختصات کانون ها چی بود؟ مختصات کانون بالایی صفر و سی بود مختصات کانون پایینی صفر و منفی سی بود و این حالت بالا رابطه آدو به علاوه بی دو مساوی سی دو برقرار بودش خب بیاید مختصات رأس های این حضولی رو هم خیلی سریع با هم به دست بیاریم اینجا میایم x رو مساوی صفر قرار میدیم چون رأس ها روی محور وای قرار دارن اگر x رو مساوی صفر قرار بدیم چی به دست میاریم توی معادله به دست میاریم وای روی آ دو روی آدو مساوی یک و از اینجا نتیجه میگیریم وای مساوی با چی هستش بله مثبت و منفیه آ خب پس دقیقا رأس های این یکی حضولی هم جایی هستن که مقدار وایمون برای رأس بالایی صفر آ هستش مقدار وایش آیه و برای پایینی داریم صفر و منفی آ پس مقدار وایش منفی آ هستش پس دقیقا میبینید که حضولی عمودی دقیقا دوران یافته این حضولی افقی به اندازه 90 درجه حول مبدع مختصات هستش خب حالا الان میخوایم وارد یه خورده جزئیات بیشتر در مورد حضولی بشیم با هم خب بیاید این حضولی بالایی حضولی افقیمون رو در نظر بگیریم که مادلش رو اینجا نوشتیم و از این معادله سعی بکنیم که وای رو بر حسب X به دست بیاریم اگه جمله که Y داره رو ببریم سمت راست و یک رو بیاریم سمت چپ به دست میاریم چی؟ به دست میاریم و همچنین دو طرف رو به B2 ضرب کنیم به دست میاریم Y2 مساوی هستش با B2 X2 دو دو روی A2 منهای بی دو درسته این دقیقا همین معادله هستش که ما به فرم دیگه نوشتیمش حالا میتونیم از بی دو فاکتور بگیریم و مخ به دست میاریم چی به دست میاریم من اینجا بنویسمش وای دو مساوی با بی دو در x دو رو آدو منهای یک و حالا برای اینکه y رو بر حسب x به دست بیاریم از دو طرف رادیکال میگیریم به دست میاریم چی نتیجه میگیریم که وای مساوی خواهد بود با مثبت و منفی b چون باید هر دو شاخه رادیکال رو اینجا در نظر بگیریم در رادیکال x2 روی a2 منهای 1 درسته این رابطه ای هستش که وای رو بر حسب x به ما میده برای حضولی افقی خب حالا این رابطه رو اگر نگاش بکنیم و بیایم حالتی رو در نظر بگیریم که x داره خیلی بزرگ میشه یعنی x داره میره به سمت بی نهایت. درسته توی این حالت تو این رابطه این جمله x2 روی a که زیر رادیکال هستش خیلی بزرگتر از یک میشه یعنی اگر x بره به سمت بی نهایت x2 روی a2 هم میرود به سمت بینهایت. درسته و در این حالت زیر رادیکال ما میتونیم از این جمله منفی یک صرف نظر بکنیم پس به دست میاریم چی به دست میاریم وای مساوی هستش تقریبا با برای حالتی که x خیلی بزرگه مثبت و منفی بی در رادیکال x2 روی a2 درسته رادیکال ایکس دو روی آدام که میشه چی میشه ایکس آم پس وای تقریبا مساوی هستش با مثبت و منفی بی آم ایکس درسته که این معادله چی هستش این معادله یک خط هستش خب بیاد بریم توی صفحه جدید و شکل این خط رو بکشیم تا ببینیم این دقیقا چی رو به ما نشون میده خب من برای اینکه یک کمی تو وقت صرف, صرف جوی بکنیم اینجا خیلی سری محورهای مختصات رو براتون کشیدم و دو تا خط که یکی معادلش هست y مساوی b X و اون یکی معادلش هست y مساوی منفی b X رو اینجا براتون با رنگ زرد نشون دادم خب گفتیم که وقتی که x خیلی بزرگ میشه میره به سمت بی نهایت که البته این بی نهایت میتونه هم مثبت بی نهایت باشه و هم منفی بی نهایت. تقریبا وای مساوی خواهد بود با بی آمه X. درسته و رابطه اصلی که این تقریب را ازش به دست آوردیم چی بود؟ بود وای مساوی با مثبت و منفی b در رادیکال x دو روی a منهای یک خب به این دوتا خط که ما اینجا با رنگ زرد کشیدیم در حقیقت مجانب های هزلولی گفته میشه و این رابطه به ما نشون میده که وقتی که x بزرگ میشه خیلی یا خیلی کوچیک میشه یعنی به سمت مثبت یا منفی بی میره این شاخه های به این خط نزدیک و نزدیکتر میشن به این دوتا خط یعنی در حقیقت حضولی ما یک همچین شکلی داره می‌نید که هر چقدر x بزرگتر میشه به دو تا خط مجانبش نزدیک و نزدیکتر میشه و اون یکی شاخه حضولیمون هم یک همچین شکلی داره تقریبا خب پس این تعریف مجانب ها هستش خطهایی هستن که وقتی مقدار X خیلی بزرگ میشه یا خیلی کوچیک میشه شاخه های حضولی مو نزدیک و نزدیکتر میشن به این خطا خب شاید شما بپرسید که از کجا میدونی که از پایین نزدیک میشه شاخه های حضولی ما به این خط شاید از بالا بود این نزدیک شدن خب اینجا من میتونم این استدلال برای شما بکنم که اگر به این رابطه اصلی که همیشه برای تمام مقادیر x صحیح هستش دقیق بکنید ما زیر رادیکال داریم x2 روی آدو من منهای یک یعنی مقدار y ما همیشه یک کمی از این تقریبمون حتی وقتی x خیلی بزرگتر میشه کوچیکتر هستش و به خاطر همین ما وقتی این منحنی ها رو میکشیم که در مقدار y به حسب هست x هستش همیشه برای حضولی افقی زیر خط مجانبمون هستیم و در برای توی این بخش از نمودارمون از پایین به مجانبش نزدیک میشه حضولیم خب حالا بیاید بقیه پارامتر های حضولیمون هم نشون بدیم روی شکل اینجا کانون های حضولیمون هستن که مختصات سی و, سف و منفی سی و سف دارن و اینجا هم دو تا رأس حضولیمون هستن که چه مختصاتی دارن مختصات یکیشون آ و و مختصات اون یکی منفی آ و خب پس تعریف مجانب ها رو ما تا اینجا دیدیم حالا که مجانب ها رو شناختیم یک روش خیلی ساده هستش که با استفاده از اون میشه حضولی رو رس کرد دقت کنید که من اگر اینجا یک مستطیل بکشم یک همچین مستطیلی اگر من بکشم که قطرهاش دو تا مجانب حضولیمون هستن و مرکزش مبدع مختصاته طول این مستطیل این طول برابر با دو آ خواهد بود درسته چون همینطور که میبینید این نقطه مختصات منفی آ و داره این نقطه مختصات آ و داره پس کل این طول دو آ هستش و این عرض مستطیلمون باید برابر با دو بی باشه درسته به خاطر اینکه شی به این خطی که در حقیقت بخشی از قطر مستطیلمون هستش برابر با بی آومه پس این مثلث کوچیک قائم زاویه که اینجا داریم اگر این زلش برابر با آ باشه این زل عمودیش باید برابر با بی باشه طولش پس این بخش بیه عین همون میشه استدلال کرد که این بخش پایینی هم طول بی داره پس در کل طول این زله مستطیلمون دو بی هستش خب حالا ما از این مستطیل میتونیم استفاده کنیم و خیلی راحت یک حضولی رو رست کنیم در حقیقت برای هنگام که میخوایم یه حضولی رو رست بکنیم ابتدا از این مستطیل میتونیم شروع بکنیم فرض کنید که این دو تا محور مختصات ما هستش و مقدار آ و بی به ما داده شده و از ما خواستن که حضلولی رو رسم بکنیم چطور عمل کنیم توی یک همچین حالتی؟ اولین کاری که کنیم چون b رو داریم آیم یک مستطیل به مرکز مبدع مختصات و طول دو آ و عرض دو بی رس میکنیم این مستطیلمون هستش پس این نقطه مختصات صفر و بی داره این نقطه صفر و منفی B این نقطه صفر و A هستش از میخوام آ و صفر هستش و این نقطه منفی آ و صفر هستش درسته محله دوم چیه؟ درسته میایم قطرهای این مستطیل رو رسم میکنیم این یک قطرش البته قطرها رو ادامه میدیم که خارج از مستطیل هم برن و این هم قطر دیگرش که این دوتا قطر مجانب های حضولی ما خواهم بود و بعد میایم حضولی مون رو رسم کنیم دقت کنید که حضولی باید به مجانباش نزدیک و نزدیک تر بشه و از این نقطه که رسش هست هم بگذره شاخه سمت راستش پس این میشه یک شاخه حضولی ما و این هم میشه شاخه دوم حضولی که حضولی افقی هستش خب آه، محل کانون های حضولیمون کجا هستش یادتون بیاد که بین A بی و B و C رابطه A2 به علاوه B2 مساوی با C2 برقرار هستش درسته پس اگر ما این مثلث اینجا رو نگاه بکنیم دوباره این مثلث قائم الزاویه ای که اینجا داریم و من با رنگ بنفش براتون مشخصش کردم این زل پایینی که طولش آ هستش زل عمودی طولش بی هستش و چون مثلث قائم زاویه است و ما داریم آدو دو برابر بی دو مساوی سی دو پس این وتر طولش برابر با سی هستش که نصف قطر مستطیلمونه خب پس برای اینکه ما کانون های هزلولیمون رو مشخص بکنیم میتونیم یک بخشی از دایره که مرکزش روی مب... مبدع مختصات هستش و شعاش نصف قطر مستطیله رو رست بکنیم تا جایی که این دایره بیاد و مبدع مختصات رو و محور ایکس ها رو قطع بکنیم وقت اینجا مختصات این نقطه مختصات C و صفر خواهد داشت که اولین کانون هزلولیمون هستش عین همون این بخش چون طول C داره میتونیم از اینجا یک کمان بزنیم به مرکز مبدع مختصات و به طول به شعاع C و اون وقت نقطه ای که محور X قطع میکنه مختصات منفی C و صفر خواهد داشت که دومین کانون حضدولیمون هستش خب تا اینجا بحثمون در مورد حضولی های افقی کامل شد بیاید خیلی سریع با هم دیگه مجانب های یک حضولی عمودی رو هم به دست بیاریم حضولی عمودی گفتیم که اگر مرکزش مبدا مختصات باشه معادله استانداردش به چه فرمی هستش به فرم وای دو روی آدو منهای x دو روی B2 مساوی با خب از اینجا اگر بیایم مجددا Y رو بر حسب X به دست بیاریم به دست میاریم چی؟ وای مساوی می شود با مثبت و منفی A در رادیکال x 2 روی b دو به علاوه یک پس این برای حضلولی عمودی هستش من یک عمودی اینجا می نویسم که با حضلولی افقی اشتباه نکنیم این یکی برای حضلولی افقی بود که تا اینجا انجام دادیم خب پس Y بر حسب x به صورت مثبت و منفی a در رادیکال x دو روی b2 به علاوه 1 هستش خب مجددا اگر فرض کنیم که x بزرگ میشه به سمت مثبت یا منفی بی نهایت میره اتفاقی که میفته زیر رادیکال جمله x دو روی b2 خیلی بزرگتر از یک میشه و میشه از این به علاوه 1 صرف نظر کرد پس در این حالت وای تقریبا مساوی میشود با چی مثبت و منفی A بیوم X درسته چون خواهیم داشت آ در رادیکال X دوری B دو رادیکال X دوری B دو که میشه x بیام پس میشه مثبت و منفی a در x بیام که یا میشه به صورت مثبت و منفی a بیام x نوشتش خب پس مثبت و منفی a بیام x مجانب های حضلولی عمودی من هستن و اینجا دقت کنید که توی رابطه اصلی چون داریم x دو روی b دو به علاوه یک برخلاف اینجا که من های یک داشتیم پس حضولی عمودی همیشه یه مقدار بالاتر از مجانبش هستش مثلا من بخوام یه رو اینجا بکشم یه همچین حالتی داره حضولی عمودیمون درسته حضولی افقی توی این بخش زیر مجانبش بود چون رابطش ایکس روی آدو من های یک بود و اون مقدار وای رو یه خورده از مقدار مجانب کوچیکتر میکرد اما اینجا چون به علاوه یک داریم مقدار وایمون یه خورده بزرگتر از مقدار مجانبمون هستش و بالای مجانب قرار میگیره خب پس بیاید اینجا بر خودمون سریع حضولی عمودی هم بکشیم تا مطمئن بشیم که همه چیز رو در موردش یاد گرفتیم بذارید من محورها رو مجددا با رنگ آبی براتون بکشم خب این از محور ایکس و وای و فرض کنیم که مجددا مقدار آبی به ما داده شده و میدونیم که حضولیمون یک حضولی عمودی هستش و میخوایم رسمش بکنیم خب این حالت حضولی افقی میتونیم یک مستطیل ابتدا رسم بکنیم باز میخوام میتونیم یک مستطیل ابتدا رسم بکنیم فرض کنیم که این مستطیلمون هستش اما دقت بکنید که این بار این نقطه مختصات آ و صفر داره این نقطه مختصات منفی اوز میخوام این نقطه مختصات صفر و آ داره این نقطه مختصات چون روی محور وای ها هستن اکسشون باید صفر باشه صفر و منفی آ داره این نقطه مختصات B و صفر داره و این یکی نقطه مختصات منفی B و صفر داره درسته پس نسبت به حالت افقی در حقیقت جای A و B عوض شده این بار A روی محور Y ها و B روی محور X ها هستش خب حالا قطرهای این مستطیل رو اگر بکشیم های حضلولی افقیمون خواهد بود پس این مجانب ها هست از میخوام حضولی عمودیمون خواهد بود و حضولی عمودی به چه شک هستش وقتی که x خیلی بزرگ هستش و خیلی کوچیک مقدارش بسیار نزدیک به مجانب هاشه میاد پایین در این نقطه مماس میشه به مستطیلمون و مجددا نزدیک میشه به مجانبش و شاخه پایینیش هم دقیقا یک همچین شکلی داره پس این حضولی عمودیمون هستش خب کانون های حضولیمون رو چجوری به دست میاریم این حالت قبلی برای حضولی عمودی هم داریم چی؟ داریم آدوی بلوی بی دو مساوی با سی دو پس اگر این مثلث قام و زاویه اینجا رو نگاه بکنیم زل کوچیکترش که برابر آ هستش طولش این زل بزرگتر طول بی داره پس وترش طول سی خواهد داشت این مثلث قائم‌الزاویه پس اگر به مرکز مبدا مختصات و شعاع برابر با نصف قطر این مستطیل که برابر با سی میشه یک کمان بزنیم هر جایی که این کمان محور وای ها رو قطع بکنه اولین کانون ما هست پس این نقطه مختصات صفر و سی خواهد داشت و عین همین اگر کمان دیگری بزنیم رو به پایین و به مرکز مبدع مختصات مختصات این نقطه صف و منفی سی خواهد بود که دومین کانون حضولی عمودیمون هستش خب من فقط یه نکته که شاید یه خورده گیج کننده باشه رو خیلی سریع براتون توضیح بدم شاید براتون سوال باشه که چرا بین حضولی افقی و عمودی مستطیلی که رسم کنیم روش جای آبی عوض شده اینجا نقطه که روی محور ایکس ها بود برای حضولی افقی مختصاتش آ و صفره ولی برای حضولی عمودی مختصاتش بی و صفره این دقیقا به خاطر حالتیه که ما معادلات حضولیمون رو نوشتیم اگر دقت کنید برای حضولی عمودی داریم وای روی آ دو منهای x دو روی ب دو مساوی یک ولی برای حضولی افقی داشتیم چی؟ x دو روی آ دو منهای وای روی بی دو مساوی با یک یعنی مخرج جمله x دو برای حضولی افقیمون a هستش ولی برای حضولی عمودیمون بیدو هستش این همون مخرج وایدو 2 برای حضولی افقی b هستش ولی برای حضولی عمودی آدو هستش یعنی توی این دوتا معادله یه جورایی انگار ما نقش A رو با هم دیگه عوض کردیم و به خاطر همین مستطیل هایی هم که اینجا رسم کنیم که از روش مجانب ها رو به دست میاریم و نهایتا حضولیمون رو رسم میکنیم برای حضولی عمودی نسبت به افقی جای A عوض میشه خب تا جلسه بعدی خداحافظ